نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 27 ماه سفر سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در این نشست علمی سواجه ظاهر تفسیر و تعویل در آیات قرآن را شهر داده و فرمودند مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل و سایر فقها قبل و بعد ایشان مطرح کردند که ظواهر در قرآن حجت است یعنی در جاهایی که معنای لفظ برای افرادی که اهل لغت عرب هستند مشخص و معلوم است آن ظاهر حجت است اما تفسیر به معنی بیان امر غیر ظاهر است و کلمه تفسیر به معنای بیان القامز و تشریح چیزی است که مجمل بوده و روشن نیست و ظهور نداشته و غیر معصوم آن را درک نمی کند و تعویل به معنای اراده از لفظ به معنای غیر از معنای ظاهری است معظم الله در بیان شباهت و تفاوت تفسیر و تعویل فرمودند شباهت تعویل و تفسیر در آن است که در هر دو معنای ظاهر برای انسان عادی و غیر معصوم قابل درک نیست اما تفاوت آنها در این است که تفسیر در مواردی است که معنا ظهور ندارد و بایستی چیزی آن را معنا کند مثلا مراد از یک مجمل ذکر شود اما در تعبیر معنایی ظهور دارد ولی برای آن معنای دیگری در نظر میگیرند و میگویند مراد از این لفظ به این معناست ایشان با اشاره به نکوهش تفسیر به رأی در روایات متعدد از جمله حدیثی از پیامبر اکرم که هر کس قرآن را بر اساس رأی خود تفسیر کند گرفتار آتش جهنم می شود فرمودند به جز معصومین علیه السلام کسی حق تفسیر قرآن را ندارد چرا که غیر معصوم قدرت درک باطن قرآن را ندارد و هر آنچه که بگوید صحیح نیست چون اراده از کلام خدا در معنایی کرده که کذب محض است با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را زیرا ببینیم و بشنویم عرض کردم هر قد جمع بین آیات کریمه جمع بین آیات قرآن کریم و روایات معتبره هر موجب ظهور شد اون حجت برای ما اگر حجت نی مگر اینکه معصوم علیه السلام چیزی فرموده باشه نه حالا نه فقط حجت نی اصلا بعید داده شده به جهنم برای کسی که تفسیر قرآن میکنه به رعیه یعنی از برداشت خودش تفسیر میکنه